سلام به همه دوستان عزیز خوش اومدید به درس 26ام از آموزش زبان هلندی کتاب اساس این برخرینگ طبق معمول میریم سراغ کلمات اول موضوع درس 26ام که د کامپیوتر هست که همون کامپیوتر میشه د هم آرتیکل مثل همیشه اولین وورد یا کلمه توی بخش نیو وردن د کامپیوتر همون موضوع درسه د لپتاپ کلمه بعدیه که همون لپتاپ میشه لپ توپ پرینتر که پرینتر میشه د اوپلادر اوپلادر میشه شارژر حالا شارژره هر چیزی د باتری که با دو تا ت نوشته شده باتری و ما دو تا حرف آخر این کلمه رو ای میخونیم همیشه دیگه گفتیم ای و ی کنار هم دیگه صدای ای میدن توی هر کلمه ای ما این دو حرف رو داریم توی حرفای و صداهای دو حرفی بودن که چند تا دیگه هم هست که همون باتری میشه هت از خرم اسخرم سی و ها رو اینجا ما داریم بعد اس که همیشه گفتیم صدای خ میده این هم از همون صداهایی که تشکیل شده از دو تا حرف اسخرم که آرتیکلش هت با بقیه فرق میکنه میشه همون اسکرین یا صفحه اسکرین تلویزیون کامپیوتر هرچی موبایل هت توتسن بورد هت توتسن بورد میشه همون کیبورد کیبورد کامپیوتر توتسن بچه خودش یک فعله توتسن یعنی تایپ کردن توتسن توتسن رو آورده و بورد رو هم آورده بورد که میشه تخته میتونیم بگیم و در کنار هم دیگه کیبورد رو ما داریم اینجا توتسن بورد هت اینترنت اینترنت که همون اینترنته the website website the email email head email address head email address میشه آدرس ایمیل حالا به اینم باید توجه بکنیم که خود ایمیل آرتیکلش ده اما وقتی میخوایم بگیم ایمیل آدرس حتما آرتیکلش ه و تغییر میکنه آرتیکل کلمه بعدی هت آپن اپن سرچ همون ادساین به داخل ایمیل ما داریم ادساین هت وقت ورد وقت ورد یعنی پسورد یا همون رمز که باز هم تشکیل شده از دو تا کلمه هست وقت و ورد که میشه کلمه ورد خودش کلمه میشه ده واتساپ که واتساپ ااپسل فعل ورکورد اوپسلن یعنی سیو سیو کردن همون یک چیزی رو وقتی داخل کامپیوتر یا هر جای دیگه ایم سیو میکنیم یا ذخیره میکنیم و کلمه بعدی فرویدرن که این هم فعل ورکورد هست که فرویدرن به معنی حذف کردن دلت کردن که به انگلیسی میشه فر ویدرن ای اینجا هم ما ای رو داریم ای و ای کلمات تموم شد میریم سراغ بخش بعدی که لاسترن زخ نه هست جملات رو داریم گفته ایمیلن ایز پست استورن فیا اینترنت ایمیلن ما ایمیل گفتیم که کلمه میشه کلمه خود ایمیل میشه ایمیلن یعنی ایمیل دادن خودش فعله گفته ایمیل دادن است پست فرستادن از طریق اینترنت پست که همون پست میشه استورن فعل فرستادن استورن فیا یعنی از طریق ما این فیا رو برای خیلی چیزهای دیگه هم استفاده میکنیم یعنی یه کلمه ایه که استفاده زیادی داره مثلا اگه من بگم من میرم مدرسه از طریق خیابون فلان این رو ما اینجا از فیا استفاده میکنیم ایک خانرش فیا م... پلت بخ خی... خیابون پلت جمله بعدی گفته مت این پرینتر کنی پرینتنه توی زبان هلندی و خیلی از حالا زبان های دیگه کلمات فعل هم میتونن بشن افعال کلمه هم میتونن بشن اسم میتونن بشن به همون مدلی که نوشته شده فقط در آخر ما یه تغییر کوچیک میبینیم مثل اینجا گفته مت این پرینتر مت که با میشه با یک پرینتر که همون دستگاه پرینتر میشه کنیه پرینتن تو میتونی پرینت بکنی حالا اینجا پرینتن که در آخر جمله اومده به معنی فعل پرینت کردنه کنیه هم که کن میشه میتونی یه یعنی تو اینجا فعل و فاعل عوض شده یعنی اول کن اومده و بعد یه اومده اول فعل اومده و بعد فاعل اومده به خاطر اینکه جمله ما با فاعل شروع نشده The computer is زوردر دان د لپتوپ میگه کامپیوتر است زوردر زوردر گفتیم چی میشه زور میشد سنگین زوردر یعنی د و ار در آخر کلمه اضافه کرده و شده سنگین تر دان رو هم که ما گفتیم هم به معنی پس هستش و هم ما داخل جملات این رو استفاده می کنیم که بخوایم دو تا چیز رو با هم دیگه مقایسه بکنیم همون اینجا همون معنی از رو میده کامپیوتر از سنگینتر از لپتاپ The laptop is kleiner than the computer. باز هم مقایسه کرده از دان استفاده کرده گفته لپتاپ از کوچکتر کلین رو ما گفتیم که میشه کوچیک کلینر یعنی کوچکتر از کامپیوتر جمله بعدی گفته هت اسخرم فاند کامپیوتر ایز زارت ما زور رو داشتیم توی جمله بعدی که گفتیم سنگین میشه حالا یه کلمه ای داریم که تقریبا شبیه زوار هستش زوارت که رنگ سیاه میشه معنیش گفته اسکرین کامپیوتر است سیاه هت اسخرم فان د کامپیوتر یکونت آل اینفورماتسی فیندن فیا گوگل تو میتونی همه اطلاعات رو پیدا بکنی از طریق گوگل اینجا هم از فیا استفاده کرده فیندن هم که میشه پیدا کردن فعله میریم سراغ کورت فرخن یا همون سوالات کوتاه. What is خروتر؟ of این کمپیوتر چه چیزی است؟ بزرگتر خروت رو گفتیم میشه بزرگ و خروتر که با یک او نوشته میشه میشه بزرگتر خروت که بزرگه با دو تا او نوشته میشه چه چیزی از بزرگتر یک لپتاپ یا یک کامپیوتر جواب این هست این کامپیوتر سال بعدی What is زوردر این کامپیوتر of این لپتاپ چه چیزی است سنگینتر یک کامپیوتر یا یک لپتاپ جواب این سوال میشه این کامپیوتر What do you met این پرینتر؟ چیکار میکنی تو با یک پرینتر؟ یک پرینت یا جوابش میشه پرینتن فعلش رو میاریم پرینت کردن پست استورن فیا اینترنت هو نوم je دات میگه فرستادن پست از طریق اینترنت استورن یعنی فرستادن هو داد اونو چه مینامی اسمش چیه میشه ایمیلن یعنی ایمیل کردن ایمیل فرستادن مت ولک پروگراما اوب اینترنت آل اینفورماتسی فیندن با کدام پروگرام یا همون برنامه تو میتونی در اینترنت اوپ اینترنت همه اطلاعات رو پیدا بکنی مت گوگل از the کامپیوتر out is ولک کلور هیف دان هت سخرم اگه آس اگه کامپیوتر خاموش باشه آس کامپیوتر out is. out یعنی خاموش آوت هم تا که بیرون هم معنی میده خاموش هم معنی میده ولک کلور هیفت هت اسخرم چه رنگی دارد پس اسکرین یا همون صفحه کامپیوتر زارت در از همه جواب ها توی بخش قبلی که جملات بود اونجا میتونید پیدا کنید بخش بعدی باز هم لفظان زخنه هست گفته اکلت دکوفی اوپهد توتسن بورد فالن گفته من کفی یا همون قه... قهوه رو روی کیبورد انداختم یا ریختم فعل جدید فالن که در آخر جمله اومده که فعل کامل ریختن یا انداختنه چرا آخر جمله اومده به خاطر اینکه این, این جمله دو تا فعل داره اولین فعل لت هست که بعد از فائل اومده اکلت یعنی من این کار رو انجام دادم و فعل آخر هم در آخر جمله اومده طبق معمول که گرامرش این هست زی اون فانت درتخ در تخ ایمیلز پرداخت گفته از زی استفاده کرده که او زنه او اونفانگت بچه ها از فعل کامل اونفانگن اونت فانگن میاد. اونفانگن میاد فانگن یعنی به دست آوردن یا دریافت کردن بهتر بگم دریافت کردن گفته او دریافت میکنه تقریبا از کلمه اون استفاده کرده تقریبا سی ایمیل در روز پرداخت در روز در تیخ که سی میشه اون گفتیم میشه تقریبا ایمیل رو اینجا اومده یک اس در آخر کلمه اضافه کرده چون که کلمه رو جمع کرده ما داریم در مورد سی تا ایمیل صحبت میکنیم از یکی بیشتر ما همیشه باید کلمه رو جمع بکنیم ده استیودنت ورکن فیل اوب ده کامپیوتر گفته استیودنت که کلمه جمع استیودنت هست که میشه دانش آموزان گفته دانش آموزان کار میکنند ورکن فیل زیاد اوب کامپیوتر در کامپیوتر زای فیل اینفورماتی اوب اینترنت این زای او زن نیست و معنیش آنها هست چرا چون که فعلی که ما داریم فعل جمع زوکن زوکن همون سرچ کردن یا پیدا کر... سرچ کردن زای زوکن فعل اینفورماتی اوپ اینترنت آنها سرچ میکنن اطلاعات زیادی رو در اینترنت وات ایز ی ایمیل آدرس چه چیزی است آدرس ایمیل تو وات ایز ی ایمیل آدرس اینجا جمله سوالی داشتیم میریم سراغ بخش تیخن استلینگن یا همون کلمات تضاد دو تا فعل تضاد داریم که یکیش اپسلن هست و یکیش فرویدرن دارن اپسلن یعنی سیف کردن یا ذخیره کردن فرویدرن یعنی پاک کردن دیلت کردن دو تا فعل بعدی انزتن اوتزتن انزتن یعنی روشن کردن اوت یعنی خاموش کردن مثلا لامپ رو کامپیوتر رو ما میگیم اوت و انزتن حالا وقتی اگه بخوایم بگیم مثلا کامپیوتر رو روشن کن چجوری میگیم ما گفتیم که فعل هایی مثل انزتن و آوت فعل هایی که دو بخشی هستن آوت زتن ان زتن اینا چجوری توی جمله به کار میبریم اول بخش دوم یا بخش آخر فعل رو میاریم یعنی ان زتن زتن رو بر میداریم میگیم مثلا زت د کامپیوتر ان ان رو در آخر میاریم یا زت د کامپیوتر آوت کامپیوتر رو خاموش کن یا کامپیوتر رو روشن کن و آخرین دو فعل تضاد ما فر استورن اونت فانگن فرستورن یعنی اه اه سنت کردن یا همون فرستادن یه چیزی رو وقتی میخوایم بفرستیم ما از فعل فر استورن یا همون استورن استفاده میکنیم هر دوتاش تقریبا به یک معنی هست و اونت فانگن هم که فعل تزادشه که میشه دریافت کردن وقتی که مثلا پستی رو دریافت میکنیم ایمیلی رو دریافت میکنیم ما میگیم اونتفانگن از فعل کامل دریافت کردن استفاده میکنیم حالا بنا به فائلمون ما ها رو همیشه صرف میکنیم